وقتی که اسلام در خطر است، همه شما موظفیست که با جاسوسی حفظ بکنید. جاسوسی فاسد قبنی، اما برای حفظ اسلام واجب است. درون گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. درون گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. درون گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است. در دیدگاه خمینی اسلام اسم مستعار خودش و حکومتش است. یک کسی از مجاهدین انقلاب از آقای خمینی پرسیده بود که آخه دایره اختیارات ولی فقیه شما را بگید، گفت به اندازه دایره اختیارات خدا. حتی نگفت پیغمبر، گفت خدا. خمینی در روز 17 دی 66 نامه‌ای به خامنه‌ای نوشت. در آن نامه حکومتش را اینگونه تعریف کرد: حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. آیا نمونه چنین حکومتی در هزاره اخیر وجود داشته است؟ کسی اگر بگوید ولایت فقیه مقام تشریفاتیه، حکم شیعه گفتید ارتداد است. عجب، اگه به لوازم حرفش توجه باشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد. به مقام معظم رهبری که او هیچ وقت خطا نمی کنه و خلاف نمی کنه، که تعریف ما از ولایت اینه: مادون 14 معصوم اگر تبعیت کامل پیدا کنه میتونه به مقام عصمت برسه. عصمت بعدی هم میگیم عصمت ذلیه در برابر عصمت اصلیه. عصمت در حدود 14 معصوم اصلیه است، در میان تابعین ذلیه است، یعنی در سایه اون عصمته. اصلی عصمتی بعد نیامده، چرا که بدید نیاد؟ و در این مورد ما کسی رو ولی فقیه میدونیم که عصمت ذلیه پیدا کرده. عصمت ذلیه هم اینه که اشتباه نمی کنه، خطا نمی کنه. معظم رهبری از اول حاکمیتش تا الان بین و بین الله کجا شما میتونید بگید که آفرانجا خطا کردیشون؟ خطایی نکرده. زیر پرچم حسین زمانمون برمی شمارم توجه به نقش رهبری است که خودش می جوشد، خودش وجود دارد، خودش حضور دارد، خودش علم دارد، خودش معرفت دارد
و خودش خودش نیست، خدا در وجود او تجلی کرده است، خدا در وجود او تجلی کرده است، خدا در وجود او تجلی کرده است. نقش ولایت